میل پریدن دارد تا به ایوان نجف شوق رسیدن دارد. خب فقط میخوام بگم که واسه خود من خیلی حس حال خوبی داره نشستن جلو همچین استاد بزرگواری، که البته ماها شاید به طریق مثلا اولاتری از رسانه مثلا شبکه ولایت بیشتر تو شبکه‌های مجازی آقای دکتر رائفی پور رو شناختیم، ولی میدونم که یکی از پایگاه‌های اصلیشون و حضورشون در شبکه دوست داشتنی و مؤمن شبکه جهانی ولایت بوده. چقدر هم خوبه و خوش سلیقگی کردن دوستان بنده در روز عید از این کارشناس دوست داشتنی دعوت کردن. چطوری دوستان؟ سلام عرض می‌کنم. عیدتون مبارک. همچنین عیدی هم گرفتید؟ من عرض ادبی بکنم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و شما و همه همکارانتون. من از دیروز سعی خیلی زیادی دارم در گرفتن عیدی از سادات، حالا بالاخره برکتیه. بعد این سعی به نتیجه هم رسید؟ بعد نبوده، حالا یعنی خوب بوده نسبتاً. حالا منتها آره دیروز تو فرودگاه بودم، من نایب زیاری از آن مشهد مقدس بودم، یه روحانی سیدی اومد سلام علیکم و فهمیدم اومدم سلام علیکم بکنم، همین داشت برمیگشت میرم. البته دیروز بودم، ساعتای مثلا ظهر بود. گفتم آقا کجا؟ گفت اتفاق افتاد، اول عیدی رو بدید بعد. منتها اینجا شبکه ولایت اومدیم، والا 60-70% اینجا کارمنداش هم سیدن فعلا، تا الان 2000 تومن من گیرم اومده. من از صبح یه دونه هزاری گرفتم از اون سید علوی، همینم گفتم. اونم آقای علوی به ما داد، دو تا 2000 تومانی داد. پس از دیروز تا حالا هیچ کی جرئت نمی‌کنه به شما بگه ساعت چنده، بگه میگید عیدی رو رد کن بیاد اول، بعد من بهت میگم. چه خبر؟ من از دیروز تا الان هیچ وقت اینقدر فکر نکردم که ببینم دور هم چقدر سعادت هستن و بتونم عیدی بگیرم. دغدغه‌های اقتصادی مثل که خوب به شما فشار آورده. ما پیش از این در خدمت استاد میرباقری بودیم، بعد جالب بود که رسیدیم به خاکستری نبودن این مسیر، که یا حق یا باطل، حتی وسط نداره مسیر ولایت، یا باید این طرفی باشی یا اون طرفی باشی. بعد دیگه طولانی شد بحثمون رو، به یه جایی هم رسید و اتفاقا استادم جایی جلسه داشتم، باید زودتر میرفتم. با شما چون خیلی راحتیم، میدونم که خیلی اجتماعی تر و زمینی تر مثل آدم های خلاصه الکن و کم سوادی مثل من صحبت میکنید که ما بفهمیم، میخوام یه خورده واقعی تر و بفهمید که تو زندگی کنونی ما این ولایت چطور میتونه اتفاق بیفته. ببینید من اولا دست پس میدم خدمت همه بزرگان، شبکه جایگاه علما و بزرگانه و ما اگر دار و نداری داریم، ما از دانشگاه چیزی گیرمون نیومده، واقعا عرض میکنم از منبرها بوده که چیزای آموختیم اگر چیزی هم داریم. خدمت شما عارض بشم که بحث بخوام یه مثال امروزی بزنیم، بحث یه راهه، یا شما تو این راه هستید یا نیستید، یه حالت سومی نداره. قرآن هم از یه صراط نمیبره، جمع نمیبنده. درسته ما سبل هدا داریم، اینجا مال بحث میشه که این سبل میتونه روش هایی باشه که شما تو اون راه هستید. من یه مثال میزنم یا راه های فرعی که اون راه اصلی میرسه. مثال خوبی که میشه برای این زد، فرض بگم از تهران داریم میریم سمت قم، از تهران به سمت قم یه راه خوب بیشتر نیست، بقیه راه حالا اون جاده قدیمه، خطر داره، یا راه دیگه میتونه باشه. خدمت شما عرض بکنم راه یکیه اما روش خود متفاوته. مثلا شما دوست دارید با یه ماشین چند صد میلیونی بیاید، یه نفر میخواد با یه ماشین عادی بیاد، یه نفر میخواد بین راه تو فلان منطقه بیسته بنزین بزنه، یه نفر میخواد با 80 تا بیاد، یه نفر میخواد با 100 تا بیاد. این روش ها متفاوته اما راه فقط یکی. شیطان هم این راهو خوب میشناسه، همونطور که انبیا الهی این راه رو میشناسونن، به ما طبعا میشناسن که میشناسونن. شیطان هم سوگند میخوره که بر این مسیر میشینه، لعقودن نه لا صراط، لعقودن نه چند تا تاکید داره حالا به عربی، یعنی من میشینم سر این صراط و نمیذارم کسی رد بشه. و جالب اینجاست که آقا امام صادق هم میفرمان که شیطان با شیعیان ما کار داره، یعنی شما بیرون این راه باشید، هر جایی میخواهید باشید باشید، شیطان مهم نیست براش و دغدغه‌ای هم نداره. اصلا یک جایی شاید شما بیرون این راه باشید و کلی هم نماز بخونید، اصلا مهم نیست، این نمازی که شما رو مسیر نمیرسونه، خارج از این دایره رو کاری نداره، اصلا کاری نداره، کمک هم میکنه
یه مثال مولانا داره، مثال جالبیه. مولانا میگه که یک شبی معاویه، شیطان اومد برای خواب، برای نماز صبح بیدارش کرد، برای نماز قبل نماز گفت بیا برو نماز شب بخون تو مسجد. گفت تو شیطان اینجا چطور داری من مثلا بیدارم میکنی، چه داستانی؟ گفت نه، نماز خوندن تو به درد من میخوره، برعکس تو باید ظاهر و صلاح نشون بدی خودت رو. یعنی یک جایی هم حالا ببینید شما مثلا تکفیرها سر میبرن، اسم خداوند متعال رو میبرن، اسم پیامبر رو هم میبرن، با اونجا با برده شدن نام خدا اونجا اصلا مشکلی نداره، اونا انقدر نماز بخونن که تا دلشون میخواد دور خونه کعبه بچرخن، اصلا حج بدون ایرانی ها هم برگزار بکنن. خب شاید آره، اما اینجا که شما تو مسیر باشید این خطرناک میشه. من یه مثالی میتونم بزنم، فرض کنید مثلا تهران، چون مثال زدم میخوام بیام سمت قم، 4 مدل آدم به وجود میاد. اولا دسته اول این که قم رو شناسایی کرده، مسیر درست هم پیدا کرده، تو راه هم درست داره رانندگی میکنه، قواعد و قوانین رانندگی که میشه همین احکام در واقع عبادی ما، نمازش درست میخونه، احترام میذاره به حقوق دیگران. این فرض بکنیم شما مدل رانندگی کردن، کمربندشو بسته، با موبایل صحبت نمیکنه، چیز نمیخوره پشت رول. خب دو دسته اینجا آدم به وجود میاد، یکی این که مسیر درست تشخیص داده و قواعدم راه نمیکنه، فبل مرا آقا عالیه. یا دسته دیگه به وجود میاد که دسته گروه در واقع به اینها مسیر درست تشخیص دادن اما خلاف میکنن، اینها جریمه میشن تو زندگی، پلیس جلوشون میگیره. اگه خیلی جریمهشون زیاد بشه و پلیس تشخیص بده اصلا خود ته دره ماشینو میخوابونن. ما روایت داریم از حضرت امیر که برخی از افراد اصلا خدا زود عجلشون میرسونه که بیشتر از این گناه نکنن. عجب. بله اصلا خدا دوستشون داره اینا رو. تو بیشتر از این تو ممکنه یه ماشینو میخوای بری ته دره بذار ماشینو بخوابونی. دو دسته دیگه هم داریم، اونها کلا اشتباهی سمت قم نمیان، سمت مشهد میرن مثلا، بجای سمت جنوب برن سمت شرق میرن. حالا اون دو دسته باز خوش میشن، دو گروه در واقع هستن، یکی این که سمت مشهد داره اشتباه میره اما درست رانندگی میکنه، قواعد واقعا درست، اما دو قرون نمیارزه. این خوب رانندگی کردن اصلا ارزشی نداره. چرا؟ چون این خوب رانندگی کردنه باعث میشه که هرچه بیشتر از مقصد دور بشه، هرچه این خوب داره به سمت مشهد میگازه داره از قم دور میشه. اینجا میشه که میشه نماز بی ولای و عبادت ایست بی وضو، منکر علی بگو نماز خود قضا کنه. خب چه فایده داری رانندگی کردنه؟ تو اصلا مسیر رو داری اشتباه میری و خیلی هم خطرناکه. نمونش ابلیس، ابلیس خیلی نماز خونده، از ماها بیشتر، 6000 سال عبادت و جوری که نام عزازیل گرفت، یعنی ایل یعنی خدا، عزاز همون عزیز عربی یعنی عزیز، ولی خیلی عزیز خدا، یعنی همچین عزیز الله مثلا، چه میدونم همچین اسمی در واقع لقبی پیدا کرد. اما میگفت من مدلشو تعیین میکنم، مدل عبودیتو. خدا میفرمود نه، مدل عبودیت رو من تعیین میکنم از این مسیر. میگفت نه، حضرت خدا من متعال فرمود تو اگر میخوای سمت من بیای فقط باید سمت به قول قم بیای. میگفت من میخوام برم از مثلا چه از عراق برم دور بزنم. یه روایتی داریم که نقل شده که خدا من متعال فرمود خطاب به شیطان که انما انا اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. من دوست دارم عبادت بشم اونجوری که من میخوام، نه اینجوری که تو تعیین میکنی. که این میگفت بی خیال همین یه سجده بشو خدا، من عبادتی بکنم، نمازهایی بخونم. خدا میگفت نه خیر، مسیر عبودیت همینه. حالا شما صدی نماز بخونید، اندازه شیطان میتونه نماز بخونه؟ نه. شیطان توحید رو قبول داره. اگه یک جا شما بیاد شیطان گفته بشه خدا دیگری هست، شیطان معاد رو هم قبول داره، میگه الی یوم یبعثون، تا روز قیامت من وقت بده. معادم خلیفت الله رو قبول نداره، ولایت رو قبول نداره. فلذا خداوند هم میفرماد تو قعر جهنم جاته، هم تو هم پیروانت و سوگند میخورید به جهنم. ببخشید، شیطان توحید رو قبول داره، یه جور پارادوکس دیگه. قبول بله. داره که داره خلاف جهت بله. عمل میکنه. اما تو باید یک چیز مثبت رو بدونی که منفیش رو در نظر بگیری. بله. تو تعریفی که حالا برخی خیلی سطحی از توحید میکنن، شما میبینید توحیدشون با شیطان یکی. مثلا میگه آقا این شیعه داره زیارت میکنه مشرکه. خب اگه اینجوری باشه پدر همه مشرکا خود خداوند متعالیه، به غیر من سجده کن. ولی چیزی نعوذ بالله. ولی
اینطوری برداشت اینا همینه، یعنی شیطان واقعا در نگاه اینا موحده. برخیاشون مثل شتحیات گفتن که به شیطان گفتن مولا الموحدین. عجب. بله برخی از این آقا نال اسم میبرید. ببخشید اون چهار راهی که قرار یه راه دیگه اش هم مونده برای میدونه 72 تا این اتوبوس های ذره شلوغ کردم مسافر میخواستم من قاطی کردم. دو تاش که این طرفی بود. دو تاش سمت قم. دو تاش سمت قم بود. یعنی مسیر درست بود. دو تاش خلاف قصه بود. یکیش با سرعت بالا و با اطمینان شخصی نه بر طبق. یکی با قواعد راه. یعنی ببینید مثلا طرف اشتباه داره مسیر میره و نماز میخونه. آها خب. مشروب نمیخوره. داره کمک میکنه به مردم. این سه چهار رومیش میشه این که مسیر رو اشتباه میره قواعدم رعایت نمیکنه که دیگه اصلا مغضوب علیهم. خب آره خارجه این اصلا خیلی اوضاعش در واقع اون خرابه. خب ما با دسته در واقع آخر و دسته اول کاری نداریم. دسته اول که یقینا بهشتیان هیچی سر راست میرن بهشت. دسته آخرم که یقینا جهنمیان این خاکستری. آره این دوتا این وسط اینا در واقع عجیبن. خب حالا ما حتی روایتی داریم که اگر طرف مسیر رو درست تشخیص بده خب. اما اشتباه کنه بهتر از آن کسی است که در مسیر اشتباه کار درست رو انجام بده. یعنی یعنی خیلی حرف در واقع سنگینی ها. خب ببین چقدر این مسیر شناسی مهمه. برای همینم خدا میفهمه بابا شما ما یه دعای واجب بیشتر تو عمرمون نمی کنیم. سوای صلوات یک دعای بیشتر واجب. بقیه دعای مستحبه. اللهم اشف كل مریض مستحب والا نکردم کسی خیرتون رو نمیگیره. اما اهدنا الصراط المستقیم واجبه. چرا؟ چون تو نمازتون باید بگید. بله. همه دنبال این راهن. اگه این راه درست تشخیص داده نشه سالها عبادت میشه عبادت شیطانی. من عرض میکنم ببینید شیطان با این همه عبادت. اما چون مسیر رو درست نمیره چون مسیر رو درست و اینم میخواد نماز بخونه اینم میگه مثلا سجدم عرض میگم مثلا غزالی ظاهرا میگه حالا تو این شبکه قطعا طبعا اینو بحث شده قبلا و قطعا بحثم خواهد شد. آقا خداوند به شیطان فرمود به غیر من سجده کن. شده گفت من به غیر تو سجده نمی کنم شرک. حالا از این جهت مثلا شیطان رو موحد میدونن. خب ببینید چقدر این نگاه خطرناکه. همین خب اگه اینجوری باشه واقعا همین افرادی که امروز شیعه رو مشرک میدونن واقعا من میخوام بگم شما چه نوع دین داری دیگه بزرگ شما از شیطان بهتر میخواد مثلا اینطور رفتار به قول خودشون توحیدواری داشته باشید موحدگونهی داشته باشید. نه این مراد صرف این اعمال نیست. این اعمال تو چه مسیری میخواد انجام بشه؟ ببینید ولایت اون طریقه اون مسیره که شما میخواید بهش برسید. با این خط رسم میونه کلامتون با این خط رسمی که شما کشیدید با جدول مختصات بذاریم اون دوستان این کشیعیان رو جز شیاطین میدونن و روششون اشتباه میدن دقیقا پس مشخصه که خودشون قطعا 180 درجه با اونا متفاوتن. این دیگه بحثش متقنه ولی اینکه حالا کی روش درست میره میشه اثبات کرد دیگه چون دقیقا ما طرف مقابل اون دوستان هستیم. بله. حالا نکته ای که وجود داره یکی از دوستان ما که حالا سخنرانی حقیر رو گوش میکرد حالا از اهل تحقیق بوده در ترکیه بحثی پیش اومده بود باش با یه عزیزه مسلمانی بعد یه او خیلی اصرار داشت که مثلا منو به راه راست هدایت کنه. میگه کلی از توحید گفت و از معاد گفت و اینا رو گفت میگه یک ساعت و نیم بحث کرد. میگه من بهش گفتم خب تا اینجا که تازه شده شیطون که عجب یارم قبول داشت شیطون. حالا بعدش چی؟ گفت اصلاشون خشکش زد نتونست یه کلمه بگه. خب این واقعیت اینه بدون خلیفت الله خداوند میفرماید اگه تو منو قبول داری بیسش کن نی جوالون فل ارض خلیفه. من میخوام اینجا جانشین بذارم میخوام امضا از طرف من داشته باشه. به کسی چه؟ نه این تفویض نوعی از تفویض نیستش که من خدا میرم کنارا. نه به اذن من این کارها انجام میشه. به اذن من کسی خالق میشه. مگه حضرت عیسی خلق نمیکنه؟ آیا قرآن نمیگه تو خلقش کردی تیکه گلو ترش دمیدی پرنده شد پرید؟ عیسی تو خلقش کردی من تو به اذن من این صفت من خدا در تو میخواد تجلی پیدا بکنه. یا آیه دم سوره حج آیه 4 خیلی آیه زیباییه. خیلی 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 من واقعا با این آیه لذت بردم و خیلی از این فرقه ها مسیر کاریشون به این شکلیه. عزیزان دقت بفرما شاید یکی از شبهات و مشکلاتی که تو زندگی باشون برخورد میکنن حل بشه. سوره حج آیه 4 میفرماد که کتب علیه قانونه کتب علیکم الصیام مثل اینکه کتب برکی بر شیطان که چی؟ نهو من تولاه هر کس او رو دوست داشته باشه یا ولایتش رو بپذیره. چه اتفاقی میفته بعدش؟ هر کس ولایت او رو پذیرفت فانه به راستی او یذله گمراهش میکنه و یهدیه و هدایتش میکنه. گمراه به چی؟ الی عذاب السعیر. گمراهش میکنه میذاره توی مسیر جدید میگه این طرفی برو.
حالا میخواد با نماز، بی نماز، با روزه، با سربریدن، با چی، برو سمت عذاب دردناک. پس چی شد؟ اگر ولایت الله اومدید که بیرون، میرید سراغ، میرید تو سایه ولایت شیطان و تهش یقینا عذابه. آیه قرآن چیکارش کنم؟ حالا این یه روایت براتون بخونم، ماجرا بازتر میشه و بهتر تفهیم میشه. اینکه ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. کسی بین دقت نمی کنه چرا اینجا خدا چرا سخن از اینه که خدا متعال داره میفرماید امن من عذابی. این دقیقا با این آیه در یک راستاست. یعنی این مسیره که به بهشت منتج میشه، مسیره دیگه عذابه. حالا میخوای شما بپذیر، میخوای نپذیر، میخوای با نماز باشن، نه من این نماز من قبول ندارم. من میگم تو این مسیر عین اینی که یک نفر رفته پای تلفن وایستاده، هی داره داد و بیداد میکنه، مش میکنه به تلفن عمومی که آقا این چرا نمیگیره. بعد میان سراغش میگن چه میبینه؟ به جای کارت مثلا تلفنش، کارت آبربانکش میزنه، اون تو شماره میگیره. بابا تو باید ملزومات این مسیر رو رعایت بکنی. آخه نمیشه که تو با کارت آبربانکت بخوای مثلا زنگ بزنی به جایی. این که نمیشه. خدا نه متعال میفهمه اگر منو قبول داری، اگه منو قبول داری رسولم، و اگر منو او رو قبول داری ببین او کیو معرفی میکنه براتون. اگر یه راهی رو من شما تهران شروع کردیم، اومدیم تا در عوارضی قم رسیدیم، زدیم جاده خاکی، ما نرسیدیم به قم. یک نفر چه 10 متر هم بیاد تو اون مسیر بزنه که اونم نرسیده. یعنی این مثال تستیه. شما راه حل رو برو 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 99% راه حل رو برو جلو، اون آخر 6 تقسیم بر 3 مساوی 2 رو انجام نده، شما به جواب میرسی؟ نه. یا اون کسی که از اول حلش نکنه، اونم به جواب نمیرسه. به جواب رسیدن یعنی هدف عبودیت، که حالا شما میخوای غرق در لذات الهی بشی، به بهشت خدا برسی، به نعمت اصلا اصلی ترین نعمت لقاء الله برسی، میتونی به جواب برسی. بی مسیر ولایت الله که روی زمین میشه ولایت پیامبر و ولایت اهل بیت، اصلا امکان نداره شما برسی. فلذا روزی که اینها زاویه گرفتن از ولایت اهل بیت، ولایت امیرالمومنین، شما باید ته این مسیر داعش رو ببینید. این چیز بعیدی نیست، چیز عجیبی نیست. همون جاده خاکی است. بله، لاجرم به داعش میرسه، لاجرم به تکفیر میرسه، لاجرم به این چهره کثیف و پلید و خبیث از وهابیت و تکفیری ها و اینا و سعودی ها میرسه. امروز من با خیلی از مستبصرین ارتباط دارم، با خیلی از افرادی که اصلا غیر مسلمانن اما آدم های آزاده این در دنیا. وقتی اسم آل سعود میاد، شما مثلا این بندگون خود کهیر میزنن. خب و خودشون انتقاد دارن به کشورهای خودشون، مثلا به اگه اروپایی، اگر امریکایی، که میگه بابا اینا ما موندیم، اینا هیچ. اگه بخواد یه جای مثال بزنه برای کسی که تمام قواعد و قوانین بشری و حقوق بشر بر مبنای اون چیزی که خود غربیا باز میگن بخواد یک جا خراب بکنه، عذر میخوام، به گند بکشه، میتونه یک جا بگه مثلا شما آل سعود. من معلوم آل سعود میزنه بیرون از این تفکرات، ابن تیمیه ازش میاد بیرون. وقتی ببینید یه چیزی مسیر درست کنار گذاشته شد، حالا هر جا میخوای بری برو، گمراهیه و بی خود دست و پا زدنه. شیطان هم تو این مسیر تهران قم اومده تابلو میذاره، 10 کیلومتر میره جلو یه جاده فرعی زده، برعکس خوشگلم کرده اون جلوشو، احتمالا مثلا گلمولی هم کاشته که بیا برو این طرف، بیا برو این طرف. من اعتقاد دارم یکی از بزرگترین دوراهی های تاریخ قدیم بود، دوراهی های تاریخ. یعنی خیلی ها رفتن جاده خاکی، خیلی ها. یک غربال عجیب غریب صورت گرفت، به بهانه اینکه سریعتر برون. بله، بهانه هایی داشتن. آقا ما سنمون بیشتره، حالا این بچه سنی نداره، جوانه، در ساختار عشیره کسی نمیپذیره یه جوانه مثلا 30 خورده سال بیاد بشه مثلا رهبر اجتماع. خدا متعال عمدن یک جوانه 30 خورده سال میذاره ببینه تو خدا را قبول داری پذیرید. نه بله، ببینید این ولایت پذیری باید بیچون و چرا بشه و عمیق بشه، به جان بنشینه. و تو آدم ها متفاوته. یعنی شما میبینید، من یه خورده بحث رو معرفتی ترش بکنیم، بیایم سمت خودمون بیشتر، حالا داشتیم بیشتر سلبی صحبت میکنم، ایجابی ترش میکنم. شما میبینید مثلا کل واقعه عاشورا، یک کلمه حرف از عباس ابن علی علیه السلام شما نمیشنید، تبعیت محضه. چرا اینجوری، چرا اونجوری نداره. ببینید مثلا یک فردی از یاران حضرت که بهشتی، این فرد یقینا با حضرته، و علی الارواح التي حلت بفنائك، میاد به حضرت عرضه میداره که آقا وقت نمازها. ببین درکی این فرد از امام معصوم داره با درکی که عباس ابن علی علیه السلام از امام معصوم داره، زمین تا آسمون متفاوت. تو به امام معصوم داری میگی وقت نمازه؟ آقا خود نماز ایشونه، خود نمازه.
معنای عبودیت این رفتار ایشون. یعنی یک روز جناب خلیفه دوم دنبال سلمان میگشت، ابوذر رو دید گفت سلمان نه، دید گفت چرا با علی این طرفی رفتن. بعد خب بین عرب شایع بود، رد و پاها رو نگاه میکردن، بعد نگاه کرد دید مسیری که این طرف داره میره یه رد پاه، ابوذر هم که ابوذر صدیقه که معروف به صدیق بودن، ما رو سر کار گذاشتید چطوره بریم ببینیم. بعد نگاه کرد دید خود سریعتر رفتید، بله امیرالمومنین که قدم برمی داره، سلمان نگاه میکنه پاشم بذار جا هم پا. خیلی عجیبه ها. بعد چیکار داری میکنی؟ گفت من نمیدونم علی چرا اینجا میذاره، اما لابد یه دلیلی داره. منم مثلا شیعه مشایعت در زبان عربی یعنی جا پای او بذار. توی زمین شخم زده وقتی یه نفر جلو میره زمین رو خراب میکنه، زمین خراب میشه دیگه. شما میخوای کمتر زمین خراب بشه چیکار میکنی؟ جاتون پاتون میذاره دقیقاً جا پای او. شیعه یعنی این. تو برف پاتون میذاره دقیقاً جا پای او. ما امروز وقتی ادعا میکنیم ما شیعه امیرالمومنین هستیم، خیلی ادعای سنگینیه. یعنی میخوام جا پای بذاریم جا پای امیرالمومنین. چقدر حالا منطبق اینها رو اون جا پای. ما مسیر رو درست تشخیص دادیم، اما خیلی هامون شدیم شبیه اون راننده هایی که خلافایی میکنیم و قرائت های شخصی و آره خلاف داریم میکنیم دیگه. هی پلیس هم برامون جریمه میبره، هی دچار بلا و ابتلا میشیم دیگه. که حضرت فرمود این بلاهایی که تو زندگی دچارش میشید به خاطر رفتار به ما کسب دید الناس، خودتون دارید یه کارهایی انجام میدید و خدا با این کار در واقع خورده همینور باهاتون حساب میکنه که به مقصد در واقع برسید. افرادی هستن که اگر روز آیندهشون از امروزشون بهتر نباشه، اون بهتر بمیرن. بمیرن چون دارن گناهشون رو بیشتر میکنن. در همین راستاست این سنت امهال و استدراج که خداوند مثلا مهلت میده به یه عده‌ای که قشنگ جولان بدن، قشنگ خرابکاری بکنن، به قول خود ما بگیم قشنگ خوشگل جهنمی بشن. پس ببین اصلا این غلط مصطلحی که بین ماست گاهن که چون فلانی خیلی خوب بوده زودتر بردتش، یا برعکسش فلانی خیلی بد بوده فلان، اینا این نیست، قواعد خاص خودشه. ما اینا نگاه عرفی خودمونه. آره، یکی مثل حبیب، حضرت حبیب 90 سال عمر میکنه، یکی مثل چه میدونم عبدالله ابن حسن، مثل قاسم ابن حسن در نوجوانی است دنیا میره، ما یکی مثل حسین فهمیده ما 13 ساله میره، یکی مثل عمو حسن جبهه خدمت شهید عمو حسن جبهه پیر مردی توی سن بالا از در واقع دنیا میره. این ما بعد ببینید توی این مسیر بعضی هستن به گاز میرن این جاده رو. یکی کسی مثل وهب با 2 هفته است مسلمون شده، کل یه جوری تخت گاز میره که اصلا ما رو قبطه میاد وای میسته. ما قبطه داریم کنار حبیبی که چند سال مسلمونه احسن راشو کنار حبیب. بعد یکی مثل ملعون شمر جانباز جنگ صفینه یعنی میتونید معنیش، یعنی چون میخوام خورده این معنیش رو لخت و اور بگم، یعنی اگه اون شمشیری که خورد به شمر در صفین محکم تر خورده بود، الان من شما داشتیم گفتیم شهید شمر. این معنی دیگه نداره دیگه. بعد این شم به کجا میرسه؟ به بریدن سر امام معصوم. 12 نفر اومدن اون کارو انجام دادن، نتونستن، دست و پاشون لرزید. این میره این کارو انجام میده. لعنت الله. ببینید این ولایت ما باید درک بکنیم. این اگر درست فهم نشه، اگر درست نفهمیم، ما این تو این مسیر بودن خیلی برده. من بعضی موقع به خدا نمیدونم شما براتون پیش اومده مثلا پشت رول میشینید یه خطری رو رد میکنید، بعد از مثلا فرداشه هنوز یاد این مثلا جون سالم به در بردید، یاد این میافتید که یا خدا من چه بلایی از سرم گذشت، هنوز تنتون میلرزه. من بعضی موقع با خودم میگم وای فکر بکنید من تو این مملکت به دنیا نمیومدم، فکر بکنید با این ولایت به دنیا نمیومدم، فکر میکنید این نونه همچین پدری رو نمیخوردم، شیر همچین مادری رو نمیخوردم، کجا بودم؟ الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت. خب پس دوباره گیر دادیم ما به همین جملات عرفی و چقدر هم خوبه. سوال شخصی خودمه، گاهن پیش میاد ماها خیلی سر این دو راهی ها قبطه میخوریم، ای کاش ما بودیم در فلان واقعه تاریخی. این ای کاش ها این رو به خودم دارم تذکر میدم، بدانم که پیام ابراهیم پور شاید با این فهم تو و طریقتت، نه شریعتت، شریعت که هممون سر یک کاسه ایم، ولی متاسفانه روش های مختلفی که داریم، شاید با این طریقت های مشکل داره گاهن بعضی از افراد مثل من، اگه سر اون دوراهیه بودی خیلی هم خوشبین نباید باشی. بعد آدم واقعا ترسید وقت آدم بله. زبیرها رو میبینه که چه
مسیر درست تشخیص داده بود. بود با امیرالمومنین. بعد خراب کرد، خراب کرد، خراب کرد، خراب کرد. اصلا برگشت، رفت تو یه راه دیگه. بعد یکی اون طرف بود، هور. ببین برای همه اینها آدم هست. یعنی برای اینا مصداق هست، برای اینا حجت تمام شده هست که فردا من شما نتونیم بیایم حرف بزنیم. آقا نمیشد. چه بتونی با امروز خودت تطبیق بدی. مثلا اعتقاد من به دوستان، به بچهای دانشجویی که سخنرانی میکنم ولا یا مثلا حوزه میرم به طلبه ها عرض میکنم، میگم ببینید قدر زیستن تو این زمانو بدونید. ما همه هم میگیم جز بدترین زمانهای به دنیا آمدن زمان عصر غیبت. آره این واژه های نسل سوخته و این ایام و واقعا لحاظ تاریخی چه پروسه ای ما گیر کردیم. اینا غیر در واقع شرعی و غیر عقلی. بگم چرا؟ برای اینکه من به شما عرض بکنم نفس کشیدن تو این دوره سخت و تو مسیر بودن خیلی 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 ارزشمندتره. حتی ما مثلا اشارات دینی داریم که بعد شما شاید شده باشه مثلا من مثلا خیلی کسای دیگه قبطه خوردید به حال کسایی که بعد از ظهور مثلا 10 سال بعد از ظهور کلا به دنیا میان، مثلا همه آبا از آسیاب افتاده، همه چی درست شده، آقا تازه به دنیا اومده، خوش به حالش، امام زمان بالا سرش، این رو برو اون رو، چرا کیف میده؟ نه بعد من به شما عرض بکنم ثواب آقا اون موقع به شدت میاد پایین وزنش. این دو رکعت نمازی که اون میخونه با دو رکعت نمازی که من و شما الان تو این برهه داریم بخونیم یکی نیست. عجب. بله ما از خودمون نمیگیم، نگاه دینی ماست. برای همین منتظر امام زمان موندن در عصر غیبت یعنی توی مسیر موندن. خیلی سخت شده، راهبر غایب شده، ما الان داریم دنبال رد و پاها فقط میگردیم. میگیم ببین این رد و پا میخوره به رد و پاها، نگاه کلی هم رد و پای قلابی است. بعد چنان رد پا شناس شدیم، به این رد و پا عشق میکنیم، آه این رد و پای آقاست، بعد این طرفی بریم. این شما یکی آقا رسول الله فرمود هر کدوم اینا ثوابشون معادل 50 تا یه جدی خونه 70 تا شهید جنگ بدر بوده. الکیه. یا آقا رسول الله حدیث زیبایی است، چه گوینده چه شنونده، خطاب به امیرالمومنین که علی قومی میان تو آخر الزمان، اینا وقتی حضرت داره ویژگیشون میگه اینا عظیمترین یقین و ایمان رو دارن. بعد حضرت میگه چرا؟ حضرت میفرماد، حضرت رسول میفرماد برای اینکه یؤمنون، ایمان میارن به چی؟ به سواد علی بیاض، به سیاهی روز، به جوهر ایمان میارن. یا علی یه عده‌ای چند ده هزار نفر جلو چششون رفتم رو جهازهای شطور، دست تو گرفتم بردم بالا، من کنتم مولا فهازا علی، همین علی، یه وقت باز نگی علی دیگه ایجا پیدا کنید، فهاز همین علی که تو دستمه، ببینید از این واضح‌تر علیون مولا زدن زیرش. بعد یه جماعتی میان 1400 سال بعد صدای منم نشنیدن، تو کاغذا دنبال حقیقت میگردن، ایمان میارن به جوهر، به سیاه، به کتاب، به ورقه کتاب، یه جوری ایمان میارن، خون میدن در راه اون که این بابایی که جلو چشم من بود این نپذیروف. یه بحثی داریم میگم بعد از اینکه حضرت امیر به خلافت رسید، بعد از اون 25 سال خانشین، یه روز این ایده از صحابه جمع بودن، حضرت فرمود به قولی من میخوام یه خورده این حدیث خودمونی بگم، این تاریخ اینجا خودمون نه، فهمو حالا که دیگه شما ما رو پس زدید، 25 سال هم گذشت، هر کی خواستی سر کار آوردید و گزینه هاتون تموم شد، اومدید دوباره سراغ من. خب اما حالا به قول راست حسینیش کدوماتون قدری یادتون؟ تو نقلای مختلف ازت خواست قیام کنید، عده بلند شدن، مثلا 12 نفر گفتن، چند نفر گفتن. انس خادم پیغمبر بلند نشد. حضرت فرمود تو از قضا روز قدیرم همین جلو وایساده بودی. چه این گفت من آلزایمر گرفتم، نسیان گرفتم، من پیر شدم یادم نمیاد، نمیخواست بگی. حضرت فرمود که اگه راست میگی هیچ، اگرم دروغ میگی ان شاء الله به برس بمیری. بعد برید تو تاریخ ببینید این انس چطور مرد با بیماری، یه جوری هم به برس مرد که با عمامم نمیتونست بپوشونه این بیماریشو، این بیماری پوستی در واقع مرد. خب نمیخواستن. و این چیز عجیبی هم نیستا، شما نگاه کن مثلا قوم موسی وقتی کوچانده میشن 600 هزار نفرن، 600 تا 700 هزار نفر جمعیتن، حضرت موسی 30 روزش میشه 40 روز، تو 10 روز 90% اینا برمیگردن. آم میشه 100 هزار نفر پیامبر ببینن و بزنن زیرش؟ چرا نشه؟ 600 هزار نفر شده اونجا میشه، اینجا نمیشه؟ آخه این چه یه بوم و دو هوایی؟ شما قرآن قبول داری؟ یه اونجا رو نگاه بکنید. این بعد این طرفم که شما افتادید بیرون دیگه میره تو ولایت شیاطین، حالا شیاطین جنی و انسی هرچ. این فرقه ها مگه دقت کرده باشید، بعضی میگن آقا ما رفتیم سراغ فلان فرقه مثلا میتونه فکر منو بخونه، میتونه نمیدونم چیکار کنه. میگم تنها دلیلش اینه که تو ولایتش پذیرفتی.
اصلی ترین چیزی که تو این فرقه از شما میخوان ببینید، اینا نمونه های فیک و قلابی از ولیه. تو بهش رجوع میکنی، اینا شما رو میبرن سمت شیطان، سمت پلیدی، سمت پلشتی. بعد یه مدام که فرقهشون میگذره میبینید کثافتکاریاشون دیگه علنی میشه، میریزه بیرون، هزار جور زشتی، عدم رعایت حقوق مردم، یه خیلی چیزا. مثلا حالا من چون یه بخشی از در واقع مطالعات به حوزه فرقه، یه چیزایی آدم بعضا میشه تو این فرقه اتفاق میفته، این به خاطر اینکه این ولی انسی خودش رو درست تشخیص نداد، رفت سراغ فلان فرقه. ما یه بار یکی از این دوستان، یکی از این فرقه رو اسم نمیبرم اینجا، خیلی از خداشون اسمشون برده بشه گنده بشن، بعد خودشون مثلاق انتشی الفاحشه است، اینا رو اسمشون رو ببری فحشا رو گسترش دادی. این میگفت یه صوتی از این بابا برای من گذاشت، زندانم هست الان این بابا، اسمش زاله است، فرقه زاله، اسم آقا به قول رئیس فرقه زاله اون آره. ایکس ایشون میگفتش که بهش گفتن آقا تو چرا، تو مگه نمیگی من میتونم از راه دورم مثلا درمان کنم یه سری از مریضی ها رو؟ گفت چرا؟ گفت پچه رو حتما جلوش این سه کاره عجب غریب انجام میدی، مثلا دست میزنی بهشون فلان. میگفت برای اینکه با این کار منو باور بکنه، تا این منو باور نکنه، همون ولایت یعنی باور کردن دیگه. شما باورت چیه؟ باور در مورد امیرالمومنین چیه؟ باور در مورد خداوند متعال و قدرت خدا چیه؟ این باوره وقتی میشکنه و تجلی ببینید، یه عبارت خیلی ظریف در همین من کن تو مولا فعلیون مولا فاز علیون مولا نهفته است. چرا پیامبر نفهم هر کس من رسولشم علی مولا رو؟ چون پیامبر به رسالت قبول داشتن، پیغمبر میدونست، ولایت به ولایت قبول نداشت. ولایت یعنی هر چی میگی گوش کنم. ما در صدر اسلام بخونید مثلا مواردی از تو صد مورد مشاجره های صحابه با پیامبر نقل شده. پیامبر میفرمود مثلا سفید، اونا میگفتن سیاه، بعد دعوا، جنگ، جدال، یعنی رحلتشون رو میدن. ما من راست داشت. من راست میگم، شما چی میگید؟ نه خیر آقا. بعد میگفتن پیامبر تو حوزه وحی فقط حرفشو گوش کنیم، حوزه رسالت. بعد به خاطر همین خیلی جالبه این بحث بود بینشون که اینی که داری میگی آیه قرآن یا حرف خودته؟ اگه آیه قرآنه که خب دیگه مجبوریم چیکار کنیم، اما اگه حرف خودته ما هم حرف داریم. حتی اراجیفی بعضا نقل شد که واقعا اراجیفه، هیچ آدم عاقلی با عقل سالم همچین چیزی رو نمیتونه بپذیره اصلا، که آقا مثلا جبرئیل یه مطلب پیامبری نکته رو فرمود، بعد فلان صحابه هم یه مطلبی رو نقل کرد، اختلاف صورت گرفت، جالب اختلاف اشاره شده، بعد جبرئیل اومد نظر اون صحابه رو تایید کرد که یا رسول الله تو این حوزه ایشون از شما خیلی بیشتر قدرت تشخیص داره. اینا ولایت رو قبول نداشتن، برای همین پیامبر میفهمه هر کی منو ولی خودش میدونه علی هم ولیشه. بله خب معلومه خیلی پس میذاره، ببین چرا؟ چون خیلی از اون جمعیت پیامبر رو ولی خودشون نمیدونست. اومده بودن میگفتن پیامبر تو یا رسول الله شورشو در آوردی، یا ساقی و حجاج عباس از بنی هاشم، خودت سید المرسلین از بنی هاشم، نوهات سید شباب اهل جنه از بنی هاشم، سیدت نساء العالمین فاطمه از بنی هاشم، الانم که علی رو داری از بنی هاشم دوباره میذاری، پس به ما قبیله های دیگه چی برسه؟ به ما عشایره دیگه. نگاهشون نگاه عشیره‌ایه، نگاه قبیله. خب این چی میفهمه خدا؟ این چی میخواد بفهمه از دین؟ انتظار دارین دین برای من و شما انتقال بده؟ ته همچین نگاهی تهش داعشه. آل همین خود واژه آل و سعود، یعنی آل یعنی همین دیگه، نگاه هم قومی قبیله ای. هنوزم در اون حد بعد 1400 سال هنوز نگاه داره. بذار من یه پاورقی زیرنویس برم. در خدمت استاد رایفو پور هستیم، در حالی که حدود 9 ساعت از برنامه ویژه برنامه ایده ولایتمون از شبکه جهانی ولایت گذشته و چقدر هم داریم حظ میبریم و استفاده میبریم. خوش به حال تک تک آدم هایی که در امروز حس خوبی دارن و ما را هم دعا میکنن. جادایر که داشتن استاد میگفتن آقا یه آیتمی از تهران رسیده قم، الان تو رژیه، تا به جاده خاکی نرسیده جای اون آیتم معلومه کجاست؟ الانه؟ نمیدونم. یه وله ای که شما کلیپ هم میخوان پخش بکنن؟ نمیدونم الان جاشه؟ به خاکی نزنن. الان اینجا ولایت به حاجای علویه، به من نیستش. پس حاجای علوی اگه سلام میدونید اه میگن الان پخش کنید. بفهم.
اینجا کجاست دیگه؟ چرا گیر کردیم؟ به نظرت راهو داریم درست میریم؟ آره معلومه. به نظرت اشتباه نکردیم اون گروه نرفتیم؟ هرچی باشه سرگروهش خود لیدر انتخاب کرده بود. خب اشتباه کرده، از فامیلاش بوده و علامه که با این سنش میتونه این گروه رو اداره کنه. ما خودمون عقل و شعور داریم. من نمیفهمم چطور تو به خود لیدر اعتماد داری اما به انتخابش نه. به نظر من که خیلی میدونه، همون اول راه همه رو به تنابی که لیدر از بالا انداخت بس کرد که از هم جدا نشن. اینطوری نه کسی ثبوت میکنه نه از تیم جدا میفته، مثل ما با یه مه راهش رو گم میکنه. به ما نگاه کن، 72 نفر بودیم، الان همه به جون هم افتادن. هرچی داره یه راهی میره برای خودش، سقوط نکرده باشن خیلیه. من اگه اشتباهم کرده باشم حاضر نیستم خودم رو کوچیک کنم و برم آخر تنابشون رو بگیرم. همین راهو تا آخر میرم. اما من واقعا خسته شدم. این کوهی هم که ما روش هستیم خیلی سسته، بالاخره همه رو به کشتن میده. وقتی سرگروه داره راه امن رو نشون میده، چرا ما سر لج و لجبازی دنبال راه دیگه ای بریم؟ بیا برگردیم تا دیر نشده. من نمیتونم با اونو کنار بیام. تو هم اگه میخوای بری برو به درک. چیزی تا قله نمونده، فقط چند قدم. چی کانون فرهنگی 173؟ برای اشاره داره به در واقع اون روایت از آقا رسول الله که بعد از من امتم به 73 فرقه تقسیم میشه که فقط یکیش نجات یافته است، فرقه ناجی معروفه. چه خوب. تو همین کلیپ هم اینو بچهای در واقع مشهد ما ساختن. اسم گروهشون رو تو مشهد اونجا گذاشتن. ما اسم اساسا مسافه، اونا اسم خودشون گذاشتن 173. بعد خدمت شما عرض بکنم تو همین کلیپشون هم اشاره میشد که 72 نفر یه مسیر رفته بودن، یه مسیری که درست تنابو گرفتن به مقصد رسیدن. و یه دی نخواستن سر لج و لجبازی و حسادت با اون کسی که لیدر جریان کوهنوردیه در واقع همه رو به کشتن بدن و خودشون هم در واقع بیچاره بشن. مسیر تاریخ هم واقعا همین بود. دغدغه شخصی من هم هست آقای رئیف پور، من میگم شما واقعا تصحیح بفرمایید یا غلطم مثل یک معلم بگیرید. ببینید من حدود یه 20 سالی هست تهیه کننده و کارگردانم، تو رسانه ها دارم کار مذهبی میکنم و همه عشق و علاقه هم همینه. ولی میگم دین یک مقوله، حالا جدا از همه ابعاد و ظرفیتاش، مقوله اجتماعیه. اگر خروجی دین رو نیاریم تو زندگی شخصیمون و مثل یک جی پی اس عمل نکنه، خب خیلی به کارمون نمیاد. بی انصافیه که تو نتونی حداقل ها رو تشخیص بدی، خوب یا از بد رو. یعنی ته دین باید یک اتفاق تمیز رو داشته باشه، درسته؟ بله. اصلا وقتی من خب. سبک زندگی اسلامی یعنی همین. احسن. حالا من میگم استاد رائفی پور مثلا، اینم که دیدم خیلی خوشحال شدم که یه ذره میخوام ادای آدمایی مثل شما رو من در بیارم. جدی میگم، ببینید مثال خیلی عینی و ذهنی و چیزایی که خیلی فانتزی نیست، تخیلی نیست، چیزایی که هر هفته میتونن جوانای ما با یه کوهنوردی چه میدونم توچال و کلکچال اینا آزمون ولایت پذیریه. آره به همین سادگی. من میگم امروز در روز قدیر بیا یه خورده از همین جملات امروزی، همین که بعد از 1400 سال به چه کار ما میآید، انقلتی که یه سری از این شبه روشن فکرا مثلا میزنن، متاسفانه شما بیا بگو که امروز این ولایت به چه کارهایی میاد. سال 85 بود با یه مجموعه دوستان رفتیم فتح سبلان. اون موقع بیشتر ورزش میکردم و از علمای برجسته نشده بودم. از این که شما از برجسته که چرا فکر میکنم از وزنه های جمهوری اسلامی هستید. بعد اون موقع بیشتر کوهنوردی میرفتیم و
رفتیم بالا، نمیدونم باد و برف کولاک میگن چه میگن، همون شد باد. واقعا چشم پشمو نمیدید، واقعا فاصله یه مترونی بیشتر نمیدید. عجب روز بود. بله روز. بله. اون کسی که جلو میره بهش میگن جلودار، یکم از عقب عقبدار، اون نمیذاره، اون کسی که تو راه دیگه قش میکنه، نه گرسنه میمونه و خسته میشه، آره اینا رو جمع میکنه. خب بعد اون جلودار سری همه رو نگه داشت، کسایی که کاپشنای رنگ جیغ داشتن مثل فسفوری و نارنجی اینا رو یکی در میون چید یا دو تا در میون، که این توی اون در واقع کولاک دیده بشه تو فاصله مثلا 2-3 متری. فقط مثلا 200 نفر هم طول این کاروان بودم، این گروه بود که میرفتیم بالا، فقط کافی بود یه نفر مثلا نفر 50 هم یه قدم اشتباه بره، 150 نفر پشت سر خودشو گمراه کرد. آخ من اونجا میفهمیدم جا پای جلوی گذاشتن یعنی چی واقعا، یعنی ولایت مداری فهمیدم، حس کردم. حالا شما ببینید نفر 200می، اصلا نفر اولی که امیرالمومنینت بود اصلا ندیدی، 1400 سال باش فاصله داری، اما وقتی درست پاشناس باشی، جاشناس باشی، دقیقاً پاتو میذاری جا پای همیشون و میری اون بالای کوه هم میرسی، اون چشمه قشنگ بالای سنگ محکی داره. این جاشناسی ردشناسی سنگ محکی یک میزانی هست. شما خودت بعد از این همه جسارت علم و تحصیل و به خدا زحماتی کشیدید، شما یه دونه نمیدونم مثل یه کپسول یاد ما بده. ببینید واقعا این اون چیزی که ما اسمشو تو دین خودمون بذاریم، تو ادبیات دین خودمون بذاریم بصیرت، نه همین دیگه، بصیرت یعنی یه نوعی از شناخت عمیق و نافذ. شما میبینید چرا در مورد عموی خودش امام معصوم میفرماد خدا بیامرزه عمامو، ایشون چه ویژگی داشت؟ نافذ البصیره، این بصیر بود. خب این بصیرت یک به چند تا بود در واقع برمیاد، یکی دانش داشتنه به نظر میاد، یعنی با علمو بشنی ابتدایی یک دانش دینی باید داشته باشی. برخی افراد اصلا در واقع جزم فرقا میشن، من میگم خب تو نمیدونستی همچین چیزی رو، میگه من تو نشنیدم. گفتم بابا این که جزء ابتداییات و اصول دین ماست این حکم، چرا شما نمیدونستی که مثلا شما نیدی برخلاف حکم خدا این آدم داره حرف میزنه؟ خب این نمیدونه. دوم این که باز این کافی نیست، یعنی ما یه علم داریم یه عقل داریم، خیلی علم دارن عقل ندارن. این طرف دکترا داره، استاد دانشگاهه، اما علم داره ها، اما عقل نداره. طرف میدونه کراک بده، علم داره کراک بده، اما میکشه چون عقل نداره. اینجا اون تحلیله، اون عقلانیت هم یه جای خدا میفرماد لا یعلمون، یه جا میفرماد لا یعقل. از قضا نکته جالبی که میخوام عرض کنم در مورد ولایت امیرالمومنین، خداوند متعال از لا یعقلون استفاده میکنه، میگه همتون میدونستید علی بهترینه. یعنی همین الان شما بگو تو صحابه کی از امیرالمومنین دانشمندتر، قاضیتر، شجاعتر، نزدیکتر به پیامبر در نسب، در هر چیزی که شما بگی، خب اقضا بود، عدل بود، انسب بود، اشجع بود، هر چی بگی همه میدونه. و خداوند متعال میفهمه یا انتم تعلمون، شما هم میدونید اینه، اما چه افلا تعقلون، آخه نمیخواد عقل داشته باشید؟ اگر درسته پس چرا انجام نمیدی؟ اگه شما میدونی کراک بده پس چرا میکشی؟ میدونه الان شما از هر کراکی بپرسی میگه بله بله بده، پس چرا میکشی؟ این عقل هم میخواد. و در کنار اینا از هر دو تا اینا واقعا تقوا هم، این که آدم اخلاق مدار باشه، تو مسیر باشه، خدا دستشو میگیره. خیلی جاها اصلا شما میبینی که خدا اصلا هدایت دست خداست، رب تو دین ما، تو انجیل خدا ابه، پدر در کتاب ما خدا ربه، مربیه، ارنج خودش میچینه. گوشم داشتن میگفتن 5 دقیقه وقت داریم این مبحث، نفهمیدم این قصه انجیل و این، در انجیل خدا ابه پدر، خب در قرآن خدا ربه مربیه، ارنج تیم خودش میچینه. شما بپرسید بعضی میگن آقا بچه‌مو چجوری تربیت کنم؟ میگم خیلی راحت، دست بچه‌تو میگیری به آغوش میگیری، میری حرم حضرت معصومه، میری حرم آقا امام رضا، عرضه میداری آقا جان من هیچ کارم، اینو بر عهده بگیر. خب یعنی ما باید یه جای خودمون رو بندازیم تو آغوش خدا. تقوا پیشه کردن الزامی نیست. من علم داشته باشم چرا باید نماز بلند شی این ساعت بخونیم؟ من علمش هم ندارم، نمیدونم چرا. خب اما انجامش میدم چون به من گفته شده، شرط عقله. خب این سه تا حالا شاید فاکتورهای دیگه هم موثر باشه، وقتی کنار هم دیگه میاد آدمو بصیر میکنه. من مثلا خدا رفتگان عمل بیاموزه پدر بزرگی داشتیم فوت شد، ایشون آدم سواد آکادمیکی هم نداشت، تحصیلات نخوند، سواد قرآنی داشت،
به طرز عجیب غریبی در مورد سیاسیون کشور خودمشون اظهار نظر میکرد و بعد 10 سال درست در میومد. عجب. آره یوی نگاه میکرد میگه بابا جان من تو جبین این مردونگی نمیبینم. بابا. بعد 10 سال 15 سال میدیدیم بله آقا مثلا چپ کرد خرابکاری کرد. خب بعد میگفتم این در اثر تقوای بود، این شناختی که خدا بهش داده بود. خب این عنصر مهمیه، ما نمیتونیم مثلا بگیم آقا حالا نیمچه علمی هم داریم، حالا دو تا کلاس دانشگاه درس خوندیم، حالا دو تا ضرب و حفظ کردیم، حالا این طرف دیگه مثلا اخلاق رعایت نکنیم، تقوای نه، چون خدا دانش میده به آدم، خدا شناخت میده به آدم. ضرب و ضرب یاد یه چیزی افتادم، هنوز داره زیت میزنه یا میخوره توی این مثالا بچگی میگفتم این ضرب و زیت. خب حالا فهمیدین چه ایده شوخی هم با همین زیت بکنم. یه خدمت یکی از علما رسیده بودیم، بعد ایشون، من خیلی از محضر علما استفاده میکنم، حالا خیلی افتخارم اینه، خیلی بله، حالا برخی شاید مثلا اخبارش رسانه‌ای نمیشه، من خیلی، یعنی بیشتر اون که من خدمت علما میرسم خیلی بیشتر تا مثلا حالا خدمت کوچلواریای عزیز برسم، بعد و استفاده میکنم ازشون، دو زانو میشینم، افتخارم اینه. همین الان در تهران از 3 تا استاد اخلاق استفاده میکنم، یعنی اگه برخی یه استاد اخلاق رجوع میکنم به 3 عزیز رجوع میکنم، خیلی هم برام ارزشمند داره ندارم. از گذری دارید میفرمایید. بله. که انشالله بله من میخوام بگم بقیه هم بدونن، جوان ها بدونن، دانش ها بدونن که و داشته هم از این اگه چیزی دارم از این طرف. بعد ایشون فرمودن به من که من شنیدم خیلی این جوان ها به حرف شما گوش میدن، کنم آجا به 2 تا دلیل داره مزاحی هم بود من اونجا کردم. چه گفتم؟ یکی اینکه آجا من شما گفت بچه رو به حرف من گوش نمیدن، البته مزاح کردنشون چون خیلی پامنبریشون، من مزاح و جواب دادم گفتم آجا شما به لسان قوم صحبت میکنین، من به لسان قوم صحبت میکنم، یعنی اینا میفهمن چی میگم. تو طلبه ها بالا منبر میگن امر به زید گفت، ما اینو بگیم دانشون متوجه نمیشن، میگن زید کیه چی به چی، ما میگیم ایکس به ایگرگ گفت، حالا مثلا یه خورده متفاوت ترشو در اونجا میگم، ما ترنسلیتوریم، ما مترجمیم، به زبان جوانها در میاریم تا در واقع بهتر متوجه بشن. خیلی خوبه این امروزی حرف زدن، میتونم کشته منم و دوستش دارم. سلامت. و من پیام ابراهیم پور اعتراف میکنم که کم مونده بود چرتم بگیره و خوابم بگیره و خسته باشم، داغون باشم. من دیشب تو تهران تا پاسی از شب برنامه زنده داشتم، ویژه برنامه یکی از شبکه‌های رسانه دستم بود، علی واقعا الان به با شما به وجد اومدم و اعتراف میکنم چیزی که صبح گفتم الهی که این برنامه بتونی یه خورده به قد و قواره های هم دیگه اضافه بکنیم، من الان 3 سانت قد کشیدم، حاضرم اینجا بیارید متر بیارید سانت کنید. شما خب... الان دلیل موفقی، هر موقع تونستید شما انگشتر از آقای علوی بگیرید به موفقیت رسیدید. از شما که میتونم بگیرم چی؟ نه اصلا فکرشو نکنید، مشکل خانم هم گرفته اصلا فکرشو نکنید. اون یادمه اون شب تو شبکه جام جهانی اونجا هم نتونستید بگید. بعد این چی؟ اینو میخواد یادگاری داشته باشه در واقع دیگه. خب یادتون باشه هر موقع انگشت زنده خالیه، یادتون باشه من اینو بهتون ندادم. ای خدا کلا کاسب نیستیم ما امروز، نمیدونم چرا. جملات پایانی استاد، شنیدم بعد از اینجا احیانا به دیدار آیه آیت الله عزیز بله خواهید. هر بار قم مشرف میشیم برای زیارت میام، یکی از دوستان بیننده افتخار بنده اینه که خدمت آقا میرسیم، از رحمتشون استفاده میکنیم، الحمدلله خدا سایه شون بالا سر ما نگه داره و بقیه علما رو خدا حفظشون کنه ان شاء الله، سرمایه برای تشیع. من همه حرفم اینه اینو قدر بدونن، حضرت امیر فرمود شیعیان ما اگه بدونن چه سرمایه‌ای مثل زنبور عسل، اگه بدونن چه گنجینه‌ای در درون دارن، چه هر آینه شکم میدرن داش شهد خیش میخورن، این ولایت ما مثل عسل تو در واقع وجود این هاست. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت مولانا امیرالمومنین، خدا ان شاء الله ما رو با همین ولایت نگه داره تا آخر کارم تو مسیر بمونیم و به مقصد برسیم ان شاء الله، با چشم سر ظهور آقا صاحب زمان رو درک کنیم، پا رکابش شمشیر بزنیم و خسته نشیم از این سختی هایی که من اینا نکته پایانی عرض بکنم، در این ایام پیش رو سختی هایی خواهید دید، یعنی آخر زمان ویژگی هاش اینه، اتفاقاتی میفته، بالاخره جنگ ها هست، چی اینا سردتون نکنه، اینا غربال هایی که صورت میگیره، به اون افق روشن فکر بکنید، به اون مقصد فکر بکنید، انشالله همه ما درکش بکنیم اون روز شریف و بزرگ. تشکر استاد. تو استدیو شماره 2 ما قنچه های ولایت اتفاق میفته، این الان قسمت پنجمیه که ما پاس میدیم اون طرف، سکا خانم واقفی با این بچه های
کوچولو نازنین، حالا خیلیشون حتی کار به نوجوانان هم نرسیده خب، و خیلی هم دوست داشتم میرفتم میدیدمشون که هی گرفتاری ها اینجا این کابل کشی ها به من اجازه نمیدی که از جام پاشن. شما از اینجا یه دست مریضات بهشون بگید و خسته نباشه دیگه، بذارید این بچه ها بدونن که استاد رایفی پور هم دیدتشون. بله من عرض خسته نباشید دارم خدمتشون. یه تعداد از این بچه ها تهران تو یک مسجدی عجب. بله کار میکردن و روزی که در واقع فارغ التحصیلیشون بودی همچین چیزی یه جشنی بود میخواستن بگیرن، من با کمال افتخار خب شرکت کردم و برای ما تو استدیو شماره دو هم هستن شما رو میبینن. من براشون اونجا خسته نباشید گفتم احتمالاً بخشی از اون بچه‌ها اونجا باشن، با افتخار رفتم. شاید سرم هم شلوغ باشه، شاید مثلا میگن آقا شما رفتی 5 6 تا بچه کوچیک اونجا، نه با افتخار رفتم، پدر مادرشون بودن. ان شاءالله باز هم اگر فرصت بکنم خدمتشون میرسم. من سرمایه‌های شیعن ان شاءالله ثمره‌هاشون رو سال‌های بعد ما خواهیم. بریم خدمت این استادان کوچک ولی به ظاهر نه اندیشه. بفهم.